رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که فیفا با عدم شفافیت رئیس فدراسیون فوتبال ایران برخورد کند. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک اینجاست. مهدی، داستان چی؟ آیا سابقه داشته که نهادهای نظام جمهوری اسلامی خواهان برخورد مجامع بین‌المللی با مسئولین ورزش کشور بشن؟ درود رویا، فراستی بی سابقه است و تاریخیه. یعنی هر بار که اتفاقی در ورزش کشور میفته و تصور میکنیم که دیگه از این عجیبتر غیر ممکنه، باز یک اتفاقی میفته که میبینیم نه، سخت در اشتباه بودیم. جالبه که همیشه وقتی که مجامع بین المللی هشداری میدن، تذکری میدن، جریمه میکنن یا میگن که میخواییم برخورد کنیم، بلافاصله همین افراد از مجلس و غیره میگن که این تحریک صهیونیسم، استعمار جهانی، استکبار، دشمنان داخلی و غیره، رسانه‌های بیگانه. الان خود مجلس شورای اسلامی داره میگه که فیفا باید برخورد کنه. اختلافشون اینه که مجلس باید اساسنامه رو تصویب کنه، بعد عزیزی خادم میخواد در فیفا اعلام کنه که فدراسیون فوتبال نهاد غیر دولتی غیر انتفاعی، نیازی به تصویب مجلس نداره. و جالبه که همین فردی که رئیس فدراسیون ورزش مجلسه خیلی کمک کرد که عزیزی خادم رئیس فدراسیون بشه، الان تضاد منافع ایجاد شده و اون وعده های قبل از انتخابات آقای عزیزی خادم انجام نداده. به هر حال یک بلبشویه که هواداران فوتبال هم میدونن نه طرف مجلس و نه طرف فدراسیون دلسوز فوتبال نیستن و فقط یک تنابکشی سیاسی امنیتیه که آسیبش به فوتبال میخوره، منجر به محرومیت باشگاه میشه و تیم ملی از حضور تماشاچی محروم میشه. هر لحظه هم ممکنه که فیفا تصمیمای جدی‌تر بگیره که خب به زیان خانواده فوتبال ایرانه. به تیم ملی اشاره کردیم. امروز تیم ملی فوتبال ایران در برابر امارات قرار میگیره. با توجه به قطعی شدن صعود ایران به جام جهانی، این بازی چه تفاوت‌هایی ممکنه با دیدارهای قبلی داشته باشه؟ خب جالبه که امارات در 17 بازی که با ایران انجام داده فقط یک بازی دوستانه رو تونسته ببره، همواره بازنده بوده. در 13-14 بازی حتی گل هم نتونسته بزنه و این برتری آماری تاریخی از آن ایرانه. اما ایران به برد احتیاج داره. چرا؟ چون اگر که در بازی برگشت مقابل کره مثلا کره یا بتونن پیروز بشن، خب خیلی مهمه که ایران صدرنشینی رو بتونه حفظ کنه و باید بازی رو ببره و رتبه یک رنکینگ آسیا رو در اختیار داشته باشه همچنان. و اینکه چون بازی تدارکاتی هم در نظر نمیگیرن برای تیم ملی، میتونه آقای اسکوچیچ از این زاویه به بازی نگاه کنه و خیلی مهمه که اشتباهاتی که به طور مثال در عمق خط دفاعی در دیدارهای قبلی دیدیم در این مسابقه کمتر بشه و همین خاطر کاملا مسابقه جدیه و تیم ملی فوتبال ایران به برد احتیاج داره قطعا برای تداوم صدرنشینی، چه در گروه و چه در جمع تیم‌های آسیایی حاضر در رنکینگ فیفا. مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک. سپاسگزارم.